شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مجید زربخش از رهبران کنفدراسیون جهانی دانشجویان و از مسئولین شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران هستیم. جناب آقای مجید زربخش، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو. با درود و شما و شنوندگان عزیز و با سپاس از اینکه این فرصت گفتگو به وجود آمد. درود مجددتان باد. جناب زربخش، خواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم در آغاز به این سرنوشت قذافی و این بقایایی که در لیبی گذشت و اینکه این نتیجه دخالت و بعد این ارمغانی رو که ناتو برای مردم لیبی و بعد برای منطقه و مردم جهان آورد توضیح بفرمایید تا بپردازیم به بقیه پرسش ها. عرض کنم که به هر حال اولین مسئله سرنوشت خود قذافی، در واقع سرنوشت یک دیکتاتور، و این واقعا باید درسی باشه برای همه دیکتاتورها و برای همه حکومت‌های استبدادی که هیچ دیکتاتوری به هر حال تا ابد نمیتونه به طور خودسر و فعال مایشا در واقع ادامه بده و هیچ دیکتاتوری در حقیقت نمیتونه ابدی باشه. دیکتاتورها، چه دیکتاتورهای وابسته چه دیکتاتورهای غیر وابسته یا کمتر وابسته، به هر حال تاریخ مصرف معینی دارند و این تاریخ مصرف با این گونه سرنوشت ها خاتمه پیدا میکنه. به هر حال بن علی و مبارک به گونه دیگری و قذافی به شکل دیگری و منحصر به ماهای اخیر و سال اخیر نیست. این رویدادها در حقیقت در تمام طول تاریخ این گونه سرنوشت ها را این دیکتاتور ها داشتن. ما به هر حال از گذشته و از محمد رضا شاه تا پینوشه تا سوهارتو تا به هر حال این دیکتاتور های اخیر به هر حال به اشکال مختلف دچار این گونه سرنوشت ها شدن. حتی کسانی که قذافی به هر صورت حمایت خارجی آنچنانی نداشت، ولی حتی کسانی که با هزینه های فراوان و با حمایت های بیمانند و با توجیه بزرگترین جنایت ها در واقع بر سر کار آورده شدن، تاریخ مصرف اونها هم معین بوده. شما نگاه کنید به سوارتو در سال 1965 در کودتا علیه سوارتو یا در حال در اقدام برای برکناری و آمدن بر سر قدرت، 500,000 نفر را به عنوان کمونیست یا مزنون به کمونیست یا مخالف یا طرفدار سوکارنو به قتل رسوند. یعنی با حمایت آمریکا در سال 1965 به بهای قربانی کردن 500,000 نفر از مردم اندونزی این بر سر کار آمد. آمارهای بیشتری هم بود در تا چند میلیونی. بله. و این وقت نگاه کنید همین آقای سوهارتو که به این ترتیب
و با حمایت آمریکا از چنین جنایت تاریخی کم نظیری و شاید بی نظیر بیمانندی در واقع بر سر کار آمد و از پشتیبانی کامل آمریکا برخوردار بود، بعد از مدتی به هر حال به هر دلیلی، به دلیلی اینکه در واقع اردوگاه شوروی فرو پاشید، به دلیلی اینکه جنبش آزادی خواهی در اندونزی در واقع شروع به گسترش پیدا کرد، به هر حال همین منافع آمریکا در واقع ایجاب میکرد که خاتمه بده به حاکمیت آقای سوهارتو و به حاکمیت سوهارتو پایان داده شد. بله. به هر حال شیلی به هر حال به گونه دیگه کنار گذاشته شد یا مجبور به کنار گیری شد، بعدم به هر حال به اون سرنوشت دچار شد، یا همونطور که گفتم موارد اخیری که مربوط به بن علی و مبارک هست، تا به هر حال قذافی که به شکل دیگری برخلاف اونها که عامل تأمین منافع اونها بودن، قذافی در واقع این کار را نمی کرد به ترتیبی که مبارک و دست نشانده غرب نبود، ولی با همه اینها در وقتی که مردم یا بخشی از مردم لیبی شورش کردند علیه این دیکتاتوری 42 ساله قذافی، باز فرصتی به وجود میاد برای غرب که در تلاش تحت نفوذ درآوردن لیبی و سلطه بر منابع نفت اون منطقه و تحکیم موقعیت و نفوذش در آفریقاست، به هر حال با استفاده از این فرصت اونها به این گونه به سرنوشت به زندگی قذافی پایان میدن و قذافی به این سرنوشت دچار میشه. به هر حال این دیکتاتورها به هر دلیلی یا به دلیل جنبش آزادی خواهی و جنبش مقاومت مردم، جنبش همگانی مردم و به این گونه سرنوشت ها دوچار میشن، و یا به دلیل اینکه خود کسانی که اینها را بر سر کار آوردن در شرایط معینی چون تاریخ مصرف اینها پایان پیدا کرده بی اعتنا به سرنوشتی که اینها دوچارش خواهند شد و دوچارش شدن اینها را رها میکنند، یا از این طریق با جنگی که در لیبی ناتو انجام داد در واقع به حیات قذافی و قذافی ها پایان داده میشه. و این واقعا این درسی است که این دیکتاتورها باید بگیرند و ببینند در واقع از تمام تجارب تاریخی از گذشته تا کنون که هیچ جایی باقی نمیمونه و به هر حال همه این افتخارات و همه قدرت و همه توانی ها یک باره در واقع دود میشه، هوا میشه و خودشون هم به چنین سرنوشت هایی دوچار میشن. بله. این به هر حال مسئله اول این بچیست که مربوط به این دیکتاتورها به حاکمیت دیکتاتوری و سرنوشتشون داره. مطلب دوم مسئله آنچه که در لیبی رخ داد، این بله. رویدادهای 7 ماهه لیبی. بله. در لیبی هم به هر حال مانند سایر کشورهای عربی در اونجا هم به هر حال و بخشی از مردم علیه دیکتاتوری قذافی به پا خواستند. منتها به جای اینکه این جنبش تبدیل بشه به جنبش همگانی مردم و به جای استبداد دیکتاتوری قذافی در واقع آزادی مستقر بشه، کشورهای غربی به ویژه فرانسه و انگلیس در درجه اول و بعد آمریکا، آمریکا البته شواهد نشون میده که در ابتدا چه بسا نمیخواست با این سرعت در واقع این اقدامات انجام بگیره، برای اینکه درگیر همچنان جنگ عراق و افغانستان بود و در حقیقت بیشتر زیر فشار فرانسه و انگلیس و منافعی که اونها در پیش بودن آمریکا وارد عمل بشه، برای اینکه در حقیقت اونجا هم نشون بده که در واقع رهبری غرب
در دست اونه، نه در دست فرانسه و انگلیس، و به هیچ وجه نمیخواست به هر حال اونها رو تنها بذاره، و تنها بذاره از این لحاظ که در واقع قدرت خودش به عنوان رهبر غرب و اینکه چیز بدون اون نمیتونه انجام بگیره و نمیتونه به موفقیت برسه، این بود که در به این ترتیب وارد عمل شد. ولی همونطور که گفتم در درجه اول این فرانسه و انگلیس بودن که برنامه ریزی رو انجام دادن و شناسایی این شورای انتقالی و دولت موقت و غیر اینا هم در توسط اونها در ابتدا در آغاز شد. به هر حال این غرب یا به طور مشخص فرانسه و انگلیس و آمریکا، اینها از این با توجه به وضعیتی که در مصر و تونس به وجود آمده بود و امکاناتی که اینها در داخل لیبی داشتند و ارزیابی که از وضعیت نیروهای شورشی لیبی داشتند و این خشم و نفرتی که نسبت به قذافی در بسیاری از مردم لیبی و مردم خارج از لیبی وجود داشت، اینا در واقع فکر کردن بهترین فرصت و بهترین موقعیت این هست که به جای این که این جنبش آزادی خواهی لیبی تبدیل بشه به یک جنبش همگانی سراسری و سرنوشت لیبی و قذافی توسط مردم لیبی تعیین بشه، حالا به هر ترتیبی توسط اونها تعیین بشه، اینها ابتکار عمل را در دست بگیرن، اینها در واقع مهار جریان را در دست بگیرن و با کنترل و هدایت اونها تغییرات در لیبی انجام بگیره. این بود که در همون آغاز من در گفتار قبلی به این نکته اشاره کردم، در حالی که در کشورهای دیگه چند برابر قذافی در واقع کشتار شده بود و کشتار میشه، نمونش فرزها از خود مصر گرفته که کمتر نبود، چون آماری که داده شده تا زمان دخالت ناتو حدود کشته شده ها را 1000 نفر تخمین میزن، که البته بعد از دخالت ناتو این به 50,000 رسید. من اشاره میکنم که چجور اینا در واقع قربانیان این حمله نظامی ناتو هستند، نه قربانیان رژیم قذافی. به هر حال اونها با توجه به این زمینه مساعد و امکاناتی که در داخل لیبی براشون میتونست فراهم باشه و نفرتی که نسبت به قذافی وجود داشت، وارد عمل شدند و در حقیقت قطع کردند این پیشروی جنبش آزادی خواهی مردم در داخل لیبی را و تبدیلش کردند به مقاومت مسلحانه گروه هایی در برابر قذافی که برای رسید به جدا کردن بنغازی از بقیه بخشای کشور و ایجاد یک پایگاه در بنغازی برای گسترش عملیاتشون. در اونجا در حقیقت همونطور که گفتم تعیین کننده همون لحظه بود، اون لحظه‌ای که یا لحظه هایی که جنبش آزادی خواهی مردم تبدیل میشه به مبارزه گروه های مسلح، مبارزه شورشیان مسلح علیه قذافی و رژیم قذافی. و از این موقع الان دیگه با گروه های مسلح روبرو بودند و با کمک به گروه های مسلح، و اینجاست که در واقع میرند مسئله را در شورای امنیت مطرح میکنند تحت عنوان حمایت از مردم غیر نظامی لیبی در برابر قتل عام قذافی و پروازهای هوایی قذافی. این امکان را از شورای امنیت سازمان ملل میگیرند که حمایت کنند از مردم لیبی در برابر نیروهای نظامی و به خصوص کشتارهای هوایی که توسط رژیم قذافی انجام میگیره. یعنی به عبارت دیگه مأموریت اینها این بود که این جلوی حمله هوایی، جلوی نیروی دفاعی، نیروی هوایی قذافی رو در حمله به مردم بگیرن.